درود، هفته دیگه در خدمتتون خواهم بود، یعنی دیگه در سفر نیستم و میتونم آخرش بگم هفته آینده همین روز همین ساعت همین جا. فعلا جعفر طیار و از این سو و آن سوی عالم چه میشود کرد. به هر حال کاری که ما داریم ایجاب میکنه چنین سفرهایی رو و من دو سه تا سمینار بودم به اضافه کار دیگه که داشتم. در حال بسیار خوشحالم که این فرصت برام پیش اومد، یه نزدیک یک ماه تأمل و دیدن چند کشور و این سو آن سو رفتن، همه اینا به آدم یک نوع نگاه بازتری میده. به هر حال دنیا رو وقتی آدم خوب میبینه حکایت دیگری داره. شما مثلا جهانبینی ناصر خسرو و سعدی رو ببینید و با دیگرانی مقایسه میکنید که پاشون از دروازه شهرشون بیرون نگذاشتن. اگر حافظ یه بار میره برمیگرده که شیرش از لگانیم ای باد شرطه برخیز و بعد از ناراحت میشه، ولی حافظ آنی داشته که اون رو میپوشونده. ولی شما و سعدی رو میبینید میره در نظامیه بغداد درس میده، بعد اسیر میشه، به بیگاری و بندگی میبرنش. سعدی شیخ مصلح الدین یا ناصر خسرو پا میشه از فرغانه، از بخارا پا میشه میره به فستاد یا قاهره امروزی و خلفای فاطمی رو میبینه، سخت دل بسته میشه و بیروت میره، لبنان میره، بلبک میره، دمشق میره، بغداد میره، تمام این جا رو میبینه. خیلی جالبه اون زمانه رو آدم در نظر بگیره که این آدم ها چگونه هر سوی جهان سفر میده. خب دوستی به من میگفت که این برنامه شما ایران فردا خیلی برای مردم اهمیت داره، به خصوص اونا که پیام میدن، چه از طریق تلگرام چه از طریق ایمیل یا از صداهاشون پخش میشه، خیلی براشون مهم. یکم از من پرسید آقا شما الان تو سفر هستی چرا با آسمون رو نگاه میکنی؟ اتفاقا دیرو محسن خاتمی هم پرسید گفت چه خبر اون بالا؟ گفتم نه اونطوری نیست، به جهت اینکه با دارم از طریق اسکایپ با شما صحبت میکنم و دوربینم رو به گونه ای تنظیم کردم که مساوی چشم ها در واقع در فرای کامرا دوربین قرار بگیره و خودم در وسط، گاهی اوقات بی اراده دست خودم سرم که بالا میره شما فکر میکنید من دارم بالا رو نگاه میکنم، با خدا اون بالا خبری نیست، نه از اونجا چیزی خواهد اومد، البته بارون و برف میاد، خبرهای دیگه نیست، آسمون هفتمی در کار نیست که بریم پشت آسمون هفتم. کدوم آسمون هفتم؟ این کره زمین یک ارزن که چرد، یک ذره میکروبی در برابر این کهکشانهای عظیمی که وجود داره. واقعا آدم اگر از عظمت خدا هم میخواد صحبت بکنه، این عظمت رو با طبقه بندی کردن آسمون خدشه بهش میزنه، لطمه میزنه. یا بعضی از این آقایون آخونده معراج پیامبر رو که معراج روحی است و میتونه برای همه هم اتفاق بیفته، اندرون از تمام خالی داد تا در آن نور معرفت بینی. به هر حال این ریاضت ها و در خود نشستن ها میتونه برای آدم یک فضا و حالاتی ایجاد بکنه که در اون حالات و فضا شما ممکنه یک اتصالی پیدا بکنه، حالا با عالم معنویت اسمش هم نمیذاریم خدا. ولی این که بینامیان میگن آقا پیغمبر اومد سوار خر شد رفت بیت المقدس و از اونجا رفت به آسمان هفتم، جبرئیل اومد بود، هر طبقه ازش میپرسیدن این کیه، 6300 تا فرشته یه چیزایی رو دارن برای ما میگن، لطمه به دین میزنه، به خدا میزنه، مفاهیم معنوی رو مسخره میکنه. این دکون آخونده دارن به خاطر اینکه از این دکون نون میخورن. شما فکر کنید اگر این حرفا نبود ناصر ابوالمکارم شیرازی خیلی که کار میکرد زور میزد بغنی میشد، حالا کار دیگه میکرد، نه میخواست درس بخونه میره معلم مذهب ابتدایی میشد.
بازیگری که نمیکرد. حضرت مرجع عظمای ولایت وحید الخراسانی چیکار میرد؟ شما فکر کنید این موجود یه گوشه نشسته از صبح تا شب، شک بین حیض و نفاس و نمیدونم نماز دوم و اول و شکیات و غیره. این آدم اگر این بساط نبود چیکار میکرد؟ یه کیسه کیسه پول میذارن زیر دوشکش، سیدم باشه که سهم خمس هم میگیری و دیگه خیلی اوزارو براه. بعضیشون هم سیده. مثلا شما فکر کنید احمد خاتمی رو بهش میگن مرجع، احمد خاتمی رو، این هیولای آدم خورد علم الهدا بود، شیخ محمد یزدی، یک موجود فاسدی که در دوران قضاوت ریاست قضا چه کرد. خیلی حرف زدم. وقتی برگردم، وقت از هفته‌های آینده که به پایان فصل تابستان میرسیم، تغییرات جدید رو در برنامه ها و فرمت کارها براتون باز خواهم. یه دز جوون ها به من گفتن آقا وقتی داری برنامه اجرا میکنی تونتون حرف میزنی، برای ما سخته، یه زیرنویس انگلیسی بذاری. ما برنامه رو درست کردیم که هر روز برنامه من و همینطور تفسیر خبر ترجمه مهمترین موضوعاتی که توش مطرح میشه به زبان انگلیسی میبینید که بعد تو سایت میاد، تو سایت میتونید مشاهده کنید. ولی الان فکر کردم دیدیم که این جوان ها حق دارن، درست میاد، حوصله نداره بره اونو بخونه بعد بره برنامه رو ببینه، ولی اگه سابتایتل داشته باشه اون وقت دیگه مشکل پیش نمیاد. امیدوارم اینم بتونیم سریع را بندازیم. چند تا پروژه خوب داریم که به مرور در جریانش قرار میگیریم، مصاحبه های خوبی داریم، دو سه تا برنامه فکر میکنم حتما خوشه. من و همکارانم به هر حال شب و روز داریم تلاش میکنیم تا رضایت شما همیشه همیشه در عالی ترین سطح. رضایت شما زندگی ماست، بی رضایت شما معنی نداره. خب عزیزانم اجازه بدید شروع کنیم با یک پیام شفاهی شما. سلام جناب آقای نوری‌زاده، بسیار تشکر از برنامه هایتون. میخواستم ببینم این برنامه های گذری، این برنامه گذری و نظری، این چهار سیبیل سفید پهلوان، این آقایان فوق‌العاده دانشمند و خوب، این کجا رفت این برنامه؟ هم خداحافظ. جایی نرفت عزیزم، برنامه سر جاشه. در فصل در ماه اوت فرانسه تعطیل، هر روز با شاهد عبد میزنم اشاره میکردن، یعنی اصلا فرانسوی ماه اوت رو ماه کار کردن نمیدون. حالا ممکنه دو هفتهش برن هالیده، ولی دو هفته دیگه هم تو خونهشون استراحت. و این یک چیز بسیار پذیرفته شده در فرانسه. برنامه سر جاش، دوستان نازنین من، احمد احرار عزیز استادم، استاد گرامی ما دکتر آموزگار، دکتر ملایری، میم سحر عزیزم، همه هستن و واقعا از روز نخست اینا چراغ‌های روشنی بودن در ایران فردا. افتخار میکنم من جای دیگه چنین چراغ‌های نورانی نداشتم و این افتخار برای من که این بزرگان و عزیزان مجال دادن در خدمتشون باشم. و چقدر زیبا که بانویی مثل شما تلفن میزنه و تقدیر میکنه و یک هفته مثلا تکراری برنامه پخش شده ناراحته، چه شد برنامه، همه قشنگ. این برای من با ارزشه. گاهی اوقات مثلا در سفرم جای دیگه بعد بچه ها میگن آقا تکراری بریم، ولی دیروز میگم ما وظیفه داریم در برابر مردم. تلویزیون رو باز میکنه میخواد برنامه امروز رو ببینه، وقتی براش برنامه دیروز رو میذاری ناراحت میشه، عصبانی میشه،
ما رو متهم میکنه به لاابالیگری و بیقیدی. اگه آدم نمیتونه خب میره کنار میگه من دیگه الان نمیتونم. ولی این که آدم باشه بعد که غیبت کنه اینا خب قشنگ نیست. ممنونم بانوی گرامی. پیام دیگه ای رو میشنم. سلام آقای نوری‌زاده، میخواستم تشکر کنم از برنامه های بسیار جالبتون، هر کدومشون به نوعی قشنگ و زیبا و خوبه. نمیتونم استثناء بذارم، همه برنامهاتون جالبه، خوبه. همیشه شما تعریف میکنین اصلا کمتر از آقای اسمشونم یادم رفت، آقای ماشالله عباسی فکر میکنم برنامه ایشون خیلی جالبه، همینطور آقای اسداللهی، خیلی برنامه شون دوست دارم. بازم ممنونم ازتون عزیزم. ماشالله عباس‌زاده که گفت وردی است که بر زبان ما جاری شد، یعنی ماشالله خان که دیگه کلی من دوستش دارم، برنامه‌شو هر روز میبینم، محاله یه روز میسش کنم. بسیار انسان وظیفه شناسی، تب داشته، 41 درجه تب داشته، برنامه‌شو داده. اینا برای من ارزش میلیونی داره، یعنی وقتی میبینم یه همکار من اینقدر احساس مسئولیت میکنه، بیمار تب داره، داره میره سفر، امشب باید پرواز کنه، کارشو میکنه بعد پرواز میکنه، اینا باید ماشاءالله که جای خود داره. اسداللهی عزیزم که خب رفیق دیر و دور و شیوه و سبک خودش رو داره و طعم خودش رو، 50 ساله در کار هنر، وقت نوجوان خیلی کوچولو موچولویی بود تا امروز که خب مردی است در با این همه تجربه در کار هنری. بسیار خوشحالم که در کنار هم هست، همطور کاردان عزیز، من واقعا ازش ممنونم به خاطر برنامه‌های خوبش، به خاطر جدی بودنش، به خاطر حرصش برای اینکه برنامه خوب در کارش خوب عرضه بشه. از همه همکارا ممنونم. یک پیام شفای دیگه بشنیم بعد سراغ کتبیام. روز شما بخیر. من از تبریز زنگ میزنم. برنامه شما بسیار عالیه، ترکیبش عالی است، بسیار خوبه. امیدوارم همیشه سالم و شاد و سلامت باشی. قربان شما. علی اصغر توسلی از تبریز. علی اصغر عزیزم، اگر غروبی شد راه افتادی رفتی طرف میدان راهن، یادی از من بکن. خیلی جای قشنگی بود، با حسین خانشهری اونجا میرفتیم و بعد رفتیم منزل استاد شهریار، بعد رفتیم حمامی که پسر ستارخان داشت، بعد جلوی راهن قدم زدیم، اون کتاب فروشی ها، هتل. خدایا چقدر دلم برای تبریز تنگ شده. شاگولی آدم بره، این حرکتی که در اونجا رافته، یه دوست عزیزی که عاشق تبریز بود اومد سرمایه گذاری کرد، پاساژ درست کرد بین دانشگاه و اونجا پل گذاشت، چه کارهای بزرگی کرد. اینقدر اینو آزردن و اذیت کردن، از بردن زندان گرفتن آوردن، عاقبت رفت به آذربایجان شوروی. هنوز میگه اونجا کارهای خوبی کرد، کارهای بزرگ کرد. اونجا هم رژیم دست سرش برنداشت، اذیتش کرد، خلاصه به خاک سیاه نشوندن. دو سه روز پیش داشتم یک فیلمی رو میدیدم از یک کارآفرین، یه آقایی که در مشهد اومده بوده، یک منظری داشته، یه اتاقی میاره این زنانی که همسرانشون در زندانن یا در جنگ کشته شدن، شهید شدن، بیان اونجا پارچه میخری، میدید به اینا تیشرت درست. بعد کم کم اینا بزرگ میشه، 3-4 هزار تا و خلاصه کارگاه و فلان. داشت صحبت میکرد راجب، گفت در این مملکت ما طرف رو میگیرن برای 300 گرم مواد مخدر اعدامش میکنن. فکر میکنن زن و 5 تا بچهش بعد از اونا چی کار باید بکنن. خیلی جالب صحبت میکرد. حالا من سعی میکنم
توی یکی برنامه هم هفته دیگه پخش کنیم به تیکه های از این. آدمی بود که دستش تو کار معافریدای خسروی هم همین کار رو کرد، اومد در کشور 10 میلیون دلار هم یا یورو هم از خودش رو برد کارآفرینی کرد، 17,000 شغل ایجاد کرد و این ناجوانمردا کشتنش چون دستش تو دست آقای فلان رفیق دوست و یکی اون یکی نبود. باشگاه داماش می درست کرد ای داده بیدار. خب حالا یک پیام کتبی رو خدمتون بخونم، خیلی خوشحالم که این دوست اومد تبدیل. جناب آقای نوری‌زاده گرامی، من از گچساران هستم، اون جوانی که از گچساران پیام کتبی داده و درد دل از بیکاری و پارتی بازی میکرد دقیقا درست میگه. آقای تاجگردون نماینده شهر گچساران، کلیه فامیل و بستگان خدا چه با سواد چه بی سواد در پست‌های حساس و کلیدی شهر و شرکت نفت مشغول کار کرد. مثلا بچه‌های خواهرش احسان دلاویز و برادرانش که این روزها پرونده اختلاس و دزدی‌هاشون رو شد. چه بگویم، گچساران مخزن عظیم نفتی کشور در دستان یک مشت دزد و مفتخار. امیدوارم این وضعیت پایدار نماند. آزادی و دموکراسی و سکولاری جای این حکومت و نظام فاسد و آلوده آخوندی را بگیرد و شما هم سردبیر و صاحب امتیاز روزنامه اطلاعات شد. ممنونم پسرم. صاحب امتیاز روزنامه اطلاعات زندگیات عباس مسعودی است و فرزندان او که یکیشون هست و بسیارم انسان نازنین، نوادگانش پسر فرهاد خان که یک نویسنده بسیار ارزشمند کتابی که از ایران رفت نوشت و پسر برادر فرهاد خان که یک عکاس بسیار خوبه با روزنامه اطلاعات هم همکاری کرد. خاندان مسعودی خاندان بزرگی است. دختران زندیات عباس مسعودی، نوادگانش، برادرزاده‌ها، خواهرزاده‌ها. حیف، حیف. این رژیم یکی از کارهای بسیار زشت و نامبارکش ریشه زدن خاندان‌های با اعتبار و با ارزش، اشرافی و غیر اشرافی، ولی خاندان‌های اصیل و ریشه دار. عمل نابود کرد. خاندان مسعودی کم نبودن، چند برادری که همه صاحب روزنامه بودن، آشنگ بود، پست تهران بود و خانواده حسابی بودن. خود مرحوم سناتور مسعودی که چه نازنین مرد، معلم به معنی واقعی. چقدر قشنگ پیام تبریز، من بی حالی شدم. خب یه پیام دیگر رو میخوانیم. درود و خسته نباشید فراوان به شما جناب آقای نوری‌زاده. عزیز بنده، فقط خواستم اگه ممکن است شما خواهش کنم از طرف من یتیم 32 ساله که 7 ساله بودم پدرم توی مزرعه کشاورزی با ایست قلبی فوت شد و بعد مادرم 20 سال جای پدرم بچه‌هاش رو سر و سامون داد و بعد باز با دست دادن برادر بزرگم تو دریا مادرم با ناراحتی قلبش تو بیمارستان بهشتی بابل و بعدش بیمارستان روحانی بابل که با عمل دیالیزی که به جای دکتر جراح با جراح با تجربه دانشجویی که واسه یادگیری رگ مادرم رو اشتباهی میگیره زیر تیغ و مادرم رو خیلی راحت میکشه. بگی من چجوری میتونم زندگی کنم وقتی هیچ کس و هیچ چیز واسط نمیسن. ممنونم از برنامه خیلی عالیتون. بارش کرد. آره ایستم. هیچ چیز بر آدم نمیگذارن. همه ی عزیزان آدم از آدم میگیرن. یک به یک میرن. مادر بزرگ چی شد رفت. خاله چی شد. سرطان گرفته شکمش آب آورده. ای داد دایی چی شد. شیمی درمانی میکن. مادر چی شد. دیرگاهش دیگه حرفم نمیزن.
همه رو ازت میگیرم، همه رو ازت گرفت. سید علی آقا در مرگ مادرش میتونه عزاداری با شکوه برقرار کنه. بسیاری دیگر، هزاران هزار، نمیتونن لحظه آخر بر پیشانی گرامی مادر بوسه زنن. پیام شفایی رو میشنم. جناب آقای نوری‌زاده، استاد عزیز، سلام عرض می‌کنم خدمتتون. الان پای تلویزیون نشستم و برنامه 40 سال سیاه رو دارم می‌بینم. بحثی دارن، خیلی عصبانی شدم. می‌خوام اول اینو خدمتتون عرض کنم. اول برای شما خیلی احترام قائلم، آقای شریعت مداری، یک چندتایی امثال آقای خسرو گروهر، جوانو فرق تاج سرمونه، جازاده رضا پهلوی، از اینا رو بذاریم کنار، از شماها خیلی ها میان اظهار نظر میکنن، خیلی ها خودشون کارشناس میکنن، درسته فقط میخوان که چی؟ از آب گلالود ماهی بگیرن. آخر آقای خانم رجبی رو در مقابل آقای شاهزاده رضا پهلوی بود گذاشت، در جایی که آقای رضا پهلوی هست مثل آقای محسن چی بود کروبی ها اینها رو با در مقابل آقای شاهزاده رضا پهلوی گذاشت. واقعا تأسف میکنم به حال روزمون، به این آقایون که در آینده میخوام با این حال روز بیان ایران و یه حکومت دموکراسی برقرار کنن. ببخشین آقا، خیلی از زمانی هم نمیتونم درست صحبت کنم، بعد باز مزاحمتون میشم. خدا حافظ. دوست من عصبانی نشو، اصلا عصبانی شدن نداره. اولا وقتی شما پذیرفت ایران فردا محل تعاطی افکار، کسی رو اولویت بر دیگری نمیده، فضای باز برای صحبت کرد، همه باید بتونن بیان حرفشون رو بزنن. کما که شما الان طرفدار پادشاهی، فرصت داشتی به حرفتو بزنی. و من واقعا در اینجا اینو به همه همکارانم هم گفتم، آنچه مزیت ایران فرداست فضای بازشه، فضای آزاد. خدا شاهده من به یک دونه از همکارام حالا نگفتم چی بگو چی نگو، برنامه تو چجوری بکن چجوری نگو. دوست همکارم فرامرز فروزنده یا دکتر لاجوردی عزیز همیشه به این هم گوش زد میکنم، ولی واقعا اینجوری، یعنی تعارف با هم نمی کنیم. من اصلا قبول ندارم سانسور. اولا وجدان آدم ها رو فراتر از هر چیزی میدونم. من خودم وجدانا نیستم، جلو دوربین دارم صحبت میکنم. آیا در بازگوی، در گفتن رعایت اخلاق رو میکنم؟ وجدانم شاهد کار من هست. این کاری که ما باید انجام، بقیهش دیگه حرف. یه پیام شفایی دیگه هم بدید به من. آقای نورزاده، سعید کریمی هستم، زنگ می‌زنم راجع به برنامه امروزتون پنجشنبه با آقای سازدارا. شما همچنین از آقای سروش صحبت می‌کردین و هیچ صحبتی راجع به همین چند ماه پیش ایشون که خمینی رو عالم قرنها دونست نکردیم و هی میگفتیم که روشن فکر رو نمیدونم فلان دینی، چرا هیچ صحبتی راجع به این داستان نکردیم؟ انگار که اصلا فراموشتون شده بود که ایشون صحبتی کرده. روز جمعه حتما شنیدید گفتگوی که من با دکتر صدیق یزدی داشتم. اتفاقا من اونجا گله کردم از دکتر سروش. لطف کنید یه بار این برنامه رو ببینید اگر تا به حال ندید. ممنونم ازت. پیام کتبی دیگری رو ببینید. جناب دکتر نوری‌زاده سلام به شما. دوست نادیده و خوبم باید بگویم که عقیده و رفتار شما انقدر به عقیده من تطابق دارد که میتوانم شما را دوقلوی سیرتم ببینم و حتی رفتار محبت آمیز و گذشت شما به اطرافیان در بعضی مواقع مرا به یاد کارهای خودم میاندازد.
که پژواک خوبی برایم نداشت. البته تا آنجایی که یادم هست در جوانی هم مثل حالا پشتی پو اندیشه پویایی داشتید، هرچند که اکنون شما رو بزرگتر از خودم میدانم، ولی در تاریخ شناسنامه فکر کنم شما حدود 2-3 سال از من کوچکتر باشید. از این حرفا از شما تشکر میکنم و دورا دور سپاس و درود بفرستم که این همه زحمت میکشید و اعتراض رسانی میکنید تا مردم شریف ایران از دست یک مش دزد و تاجر فاسد مذهب رها شود. با پوزش به عرض میتونم میرسونم که من هم به سهم خودم در این انقلاب نابخردانه شرکت داشتم و آلت دست امثال مکارم شیرازی شکرفروش آقای بازرگان پاک سیرت شده بودم. از این حرفا که بگذریم، من و ما مجانی در دانشگاه درس خوندیم، به خصوص من از بزرگ مرد تاریخ مرحوم آقای اویدا در دفترش 5200 تومان چک گرفتم. اکنون جواب نمک خوردن و نمک دون شکستن را میبینم. با پوزش بقیه حرفا به وقت دیگر. اکنون قسمتی از شعرم را خدمت استاد ادبیات میفرستم. خواهش خواستی تصحیح و پخش کن. البته فقط درد و آگاهی دادن میباشد. حتی خوشت نعمت هم پخش کنید. البته من و شاگرد یا همون همسرم عاشق شما و برنامه پنجره رو با خانم پدری و تلویزیون ایران فردا هستیم. دوشنبه 28 مرداد ماه ساعت 7:30 سخن شیرین شما در برای آتش زدن سینما آبادان می باشد که قسمتی از حرفهای آخوندک با لحجه شیرین و نامش حسین موسوی تبریز است. از طرف محمد جان گرشاسبی معجزه کلام را خیلی وقت می نویسم. محمد جان عزیزم، محمد جان گرشاسبی، سپاس، درود به خودت و همسر گرامی و برای اینکه نامی بسیار قشنگ و نوشتی اصال محبتم کردی. من الان یه آهنگ بسیار زیبا برات پخش میکنم که این آهنگ رو گوش بده، بعد دوباره در خدمت شما خواهیم.
با درود دوباره. رنگ شادیانه، یعنی موسیقی شاد پر از زندگی. و بعد این جماعت که اومدن گریه رو کردن اولویت، گریه گریه کنید مسلمان. بیژن مفید نازنینم کجایی؟ اون روزی که برداشت این روباه رو گذاشت در نقش ملا، گریه کنید مسلمان، گریه کنید ثواب. و بعد مخمل بافت تو 100 سال سینما، خیلی جالب اون تیکه ای که باید گریه کنید، تو این که شب باید گریه کرد. فرهنگ گریه رو آوردن به جای فرهنگ شادی جا انداختن. خب بریم پیام های شما رو بشنویم. چند پیام شفاهی رو اول میشنم. به گوشم دوست گرام، تازه جز شیک پوشترین گوینده های تلویزیون رادیو پرداز از جهات ایران پرداز که تمام دنیا هست. آقای چه لباس رنگی و عجب و عجب می پوشه، از آقای نوریزاده یاد بگیره. یه چقدر شیک می پوشه، همه چی همه هنگ. آقای چه می پوشه؟ لطف داری دوست من، ممنونم ازت. چشمات قشنگ. ببین عزیزم، من کلاس 5 ابتدایی بودم، کراوات زد، مدرسه ایران میرفت. خیلی پدرم خوشش اومد و چون خودشم خیلی میرسید به کراوات و پیرنش و اینا. بعد 4-5 سال بعد دیگه با پدرم پیرن یکی شدیم، کراوات یکی شدیم، کچلوار یکی شد. خیلی جالب، صبح در کمد باز میگد که کچلوار مثلا خاصش قهوه‌ای رو بپوشه. این کجاست؟ بابا جون ببخشید، من پوشته بودم دادم اتوشویی. از این داستان ها زیاد داشتیم، بخصوص وقتی من انگلیس لباس هایی که میورد من خیلی دوست داشتم. حالا من الانم میگم بابا شما از صبح تا شب دارید بوزینه میبینید، حتی اقل یک ساعتی نگاه میکنید، یک رنگ کرواتی رو میبینید، بگه آقا الحمدلله این اینجوری کروات زده. این مسئله نیست که من میخوام پوز بدم، نه اصلا این طبیعت من از اول. همه رفقای من اینو میدونن، از بعد جوونی و نوجوانی همینطور بود. زنده یاد نعمت الله جهانبانویی، پدر ما، مدیر مجله فردوسی. چقدر این انسان نازنین بود، چقدر به گردن من حق داره. او و عباس پهلوان، عباس که اصلا واقعا چه بگویم راجع به عباس، و جهانبانویی مثل یک پدر بالا سر ما بود. نسل جوانی که در معرض هر خطری وجود داشت در اون زمان، خیلی مراقب، خیلی. و میمد میگفت عجوزا این کراواتا رو از کجا میری؟ میگفتم یه چندش خودم دارم، بقیهش مال بابامه، برمیدادم میپوشم. جالب بود، رفت به سفر و برام یک کراوات خیلی زیبا بود. من اون کراوات هنوز دارم. درود میفرستم از اینجا به ناهید بانو، همسرش، همسر گرامیش، که چه بانوی نازنینی بود و هست و خواهد. میشنویم یک پیام شفایی رو. سلام عرض میکنم به دستم در کاران محترم تلویزیون ایران فردا، به خصوص جناب آقای دکتر نوری‌زاده. استاد عزیز، من از آقای میبودی واقعا که خیلی بهشون ارادت دارم. صحبت های ایشون رو من از زمانی که بحث آزادی رو از قبل از انقلاب داشتن با امثال احسان نراقی ها و اینها، برنامه های ایشون رو و شما رو دنبال کردم. همیشه تعجب میکنم آقای میبودی چرا از یک کسی مثل آقای امیر احمدی دعوت میکنه. این آدم دنبال پول، دنبال قدرت، از حرفاش پیداست و برنامه هایی که داره اصلا عوض میخوام این حرف رو میزنم، نظرم رو میگم دیگه، به نظر من بسیار پرت و پلاست، اصلا تو راه مردمی نیست، اصلا یک خطی داره برای خودش، مثل این که در حفروته. پایدار باشین و موفق باشین. دوست من شما دقت نکردید آقای میبودی آقای امیر احمدی رو برد تو برنامهش، چه سوال های ازش رو کرد. ببینی نگاه نکن کی داره، نگاه کن
چی داره میگه. آقای دکتر امیر احمدی در برنامه ایرزامی بودی در مقام پاسخگو به کسی بود که استروتونایز میکرد، سوالهای عمیق میپرسید. آقای امیر احمدی چی بود دیروز اینجوری امروز اینجوری؟ این پرسشگر در مقام ایرزامی بودی 40 و اندی سال پیش احمد فردید رو میشون جلو احسان نراقی و پوست فردید رو میکن. این انسان با ارزش، قدر علی رضا جان رو باید بدون. بسیار خوشحالم همه این عزیزان تو ایران فردا حضور. یه پیام دیگر رو بشنویم. دکتر نوریزاده، محسن هستم از اورنج کانتی کالیفرنیا. درست شما فرمودین برنامه 60 منت سی بی اس رو روز 18 سانده نگاه بکنین. در مورد کمپانی به نام NSO که مال استرالیا هستن، سافتور PEGASUSO ساختن که همونطوری که شما ماها و سالها میگین درست میگی، اینا تمام تلفون ها رو میتونن با این کمپانی که دارن مانیتر کنن و این برنامه خیلی جالبیه. خواهش میکنم لزلی ستار، لزلی خانم چیزه که سوال میکنه، لزلی یادم نمیاد فامیلش، ولی خواهش میکنم نگاه کنین سانده 18 60 منت سی بی اس. شما همیشه درست میگید، والا درست میگید، سالها میگین، ماها میگین که این اینا میتونن تمام تلفن های ایران آقایین رو کنترل کنن. مرسی، واقعا این تلویزیون وطن پرسته. تشکر. ممنونم عزیزم، سپاسگزارم. دوست من ببین، اینی که من گفتم، من که خبر نداشتم. من به سفری رفته بودم، اونجا دیدم یه دیشی دیدم اصلا عجیب غریب بود. یعنی یه دیشی که نمیتونم بگم قوتش چقدر، نمیدونم بگم برات همجوری حدسی بگم 15 متر بود 20 متر نمیدونم. بعد دیدم که این همزمان میتونه هزاران تلفن رو در ایران مانیترینگ، از جمله تمام مجتمع بیت و دفتر آقای خامنه. هر کی تلفن میگرفت دستش موبایل، اینا اینجا میتونستن بشنون. تلفن‌های خصوصی آقای خامنه‌ای هم داشت. تکنولوژی خیلی پیشرفت. خیلی. میشنون. مانیتور میکنن. جاسوس دارم. آقا رنگ پیژامه اینا رو بارها من گفتم میدونه. وقتی معاون وزارت اطلاعات مسئول پرونده اسرائیل جاسوس اسرائیل از آب در میاد، شما دیگه بقیه رو میتونید ببینید. وقتی از یکی از فرماندهان سپاه جاسوس از آب در میاد یا آقای قاسم سلیمانی با آمریکا مرتبطه، تردید شما نکنید. عضو درجه 8 طالبان یا داعش یا القاعده، آمریکا میره از بالا پیداش تو پاکستان، تو یمن، وسط کوهکمر. یه دفعه اعلام میشه یک هواپیمای بی سرنشین یک عضو ارشد طالبان رو نشانه رفت تو تیکه پارش. آقای حاج قاسم سلیمانی میره عراق، بعد میره کنار یه نخل میشینه، عکس یادگاری میگیره، چای خرما میخوره. آمریکا نمیدونه ورود و خروج ایشون به سوریه و عراق و لبنان نمیفهمه. شوخی میفهمه، یعنی کسی اگر چنین تصور بکنه شوخی میکنه. پس بنابراین اینا آدم هایی هستند که ارتباط تنگاتنگ دارن، بعضن جاسوس هستند، بعضن خدمت به بیگانه میکنن. و خب آقایونم به دستی به سیبیل میکشن و به ریش و فراموش میکنن که قصه چی بود. مردم بیچاره اون وقت میارن محیط زیست، فعالان محیط زیست 17 ماهی تو زندانن، چگونه بانوان دان اندیشمندان متفکران در این عرصه سید آقایی رو که کشتن، بقیه هم یه عده رو با سقوط سرنگونی هواپیما
به لقاء الله فرستادن، یه بدل اعدام محکوم کردن. چه بگویم عزیزم، پیام دیگر رو میشنم. سلام، من شرفی هستم، از ایران زنگ میزنم. میخواستم که باهاتون صحبت بکنم در مورد این مسائلی که توی تلویزیون تو مطرح میکنید. متاسفانه همه چی رو نمیتونم بگم، ولی که در شرایط فعلی تو ایران از همه چی الان واجبتر نون شبه، یعنی یه لقمه نونه، که با توجه به این که اقلیت پولداری، اقلیت میلیاردری که دارن خیلی راحت اینجا زندگی میکنن، سوپرمارکت های بزرگ دارن و بقیه مردم مثل نون شبشون هستن، من فکر کنم راه مبارزه اونجوری نیست که بگیر شاه بره، وزیر بیاد، وزیر بره، نمیدونم رئیس جمهور بیاد. الان موقعیه که این پولدارا از این مملکت دارن کنار. همین کارهایی که تو لس‌آنجلس میشه، این ور میشه، اون ور میشه، که باید خب بریزن مردم این سوپرمارکت ها رو تسخیر بکنن، کاری نداره دیگه. حالا نمیدونم شما نمیتونید چطور تو تلویزیون تو صحبت کنید. در صورت تلفن منه، منم اسلام افتر شرفیه، اصلا دیگه ترس و واهمه اونم از هیچکی نداره تماس میگیره. این دیگه مربوط به شما که سخنگوی ملت هستید الان، که بدونید که مشکل کار کجاست. من الان درود بر شما عزیزم، درود بر شما، سپاسگزارم از مهر لطفت. راست میگویی، حرف درستی و باهاگی خورده همت بخواد باور، یک کمی اندکی سب سهر نزدیک است، اندکی همت سهر رو به دست. من واقعا گاهی اوقات در برابر هموطنانم شرمنده میشم. این 16 تن، اون 16 بانو مثل خانم گیتی پور فاضل، چطور دلاورانه اومدن به صحنه. سید علی آقا باید بری، اگه میخوای سالم رو پای خودت بری برو، مشتبارم ببر، مسعودم ببر، میسمم ببر، مصطفارم ببر، دختر خانوم و دامادارم ببر، کاری نداره برای شما. یه گوشه تو دنیا پیدا کنم، از این جزایر زیاده. 250 سال گذرم، مطمئن سید علی آقا کسی نیست که بذاری بده. سید علی آقا میدونه که در خارج پذیرفته شده نیست، محاله بذارم. همین بشار اسد دیروز با چش اشکبار میاد میگه بله برادر عزیزم، پدر عزیزم، حضرت آیت الله العظما خامنه ای در خواب به لقاء الله است، مثل وزیر دفاعش که سرپرست قاضی کنعان سرپرست ارتشش در لبنان بود. بعد گفتن قاضی کنعان با شلیک 5 گلوله به مغزش خودکشی کرد. 5 گلوله، تو چجوری 5 گلوله به مغزت میزنی؟ یکیش کافیه دیگه. رستم غزاله بعدیش هم به مرگ مرموزی رفت. این بشار اسد جنایتکاریست که این پرونده هاش رو بشه. قتل رفیق حریری، جورج هاوی، سمیر قصی، روشن فکر نازنین که حالا جیزل کوری همسرش تنها شد. این مصیبت بر دل او داغش بود. یک پیام کتبی رو ببینید. دیگه هرگز پیام نمیدم آقای دکتر میرزادی. این که میگن پیام ها رو قبلا نمیخونیم، به هیچ وجه، به هیچ وجه دقت بفرمایید، به هیچ عنوان راست نمیگن، چون که برای بنده مهرت شده که ایشون قبلا پیام ها رو میخونن و گزینشی در برنامه مطرح میکنن و غالبا جوابی به پیام های خصوصی کتبی نمیدن یا تحلیل نمیکنن. اکثر جوابشون اینه که دوست دارم بیام ایران، از آستارا برم تا گرگان، یا از شمال برم جنوب، یا از امیریه سر پل بهادر پیاده برم تا میدان تجدید. لطفا به جناب دکتر نوردی بفرمایید.
زرتوش گفت دکتر جان به خدا من معنی دلتنگی رو میفهمم، هرچند که من از نعمت داشتن مادر محرومم، اما دلتنگی برای مادر رو میفهمم. ای کاش میتونستم برم برای والده مکرمه شما نوکری، فقط به اعتبار مادر بودن شما و بسیار شوکه اینقدر بیتایی بود. اما آخه دکتر ما هم آدمیم، درسته در حد و اندازه شما سواد نگارش ندارم، اما دوست ندارم پیامهای من رو که نمیخونید و تمسخر عنوان کنید که یکی از برام زرتوش پیامهای شیرینشه رو. به خدا قسم من و پسرم کیان که 5 سالشه عاشق شما هستیم. چند هفته قبل گفتم پسرم فقط کارتون نگاه میکنه، اما رأس ساعت 7 کنترل رو میاره میشینه رو بام میگه بابا این چی قوم نکردن به ناموس برادر، با هم برنامه شما رو نگاه میکنه. من دیگه به شما پیام نخواهم. دکتر خدا شاهد پسرم کیان آخر برنامه با شما میگه ایران سربلند، ایرانی سرفراز. این آخرین پیام هم به شما، چون که هر هفته کیان میگه بابا من میدونم که امروز دکتر نورزاده پیاماتو میخونه، اما آخر برنامه با خجالت میگم پسرم نشد هفته دیگه. زرتوش از تهران، چهارراه موج سلطان دیگه پیام نمیده. زرتوشون غرق نکن، ما یه حرفا زدیم غرق کردن که با من کس غرق نمیکنه. با خدا قسم اگه من پیاما رو گزینشی بدم، پیاما برام میاد. الان مثلا در سفرم، من اصلا پیاما رو ندیدم، حتی پیامای کتبی رو. الان پومن اونجا برای من پخش میکنه، من نگاه میکنم میخونم. باور کنید به هر کی قبول دارید، جان همون مادر بیمار نازنینم، من نمیخونم پیام رو قبلا و نمیبینم پیام رو، چون دست یکیش که دست آرشه، یکیش هم دست پومنه. برای من میفرستم، من نگاه میکنم. عزیزم منو متهم به دروغگویی نکن، من دروغ نمیگم، واقعا پیام رو نمیخونم، چون لطفی نخواهد. دوست دارم برای خودم هم سورپرایز بشه آنچه شما بید. در حال مخلص شما هستیم زرتوش خان، مخلص بچه های شهرها موه سلطان هم هستیم، بغل امیریه و این ورم شاپور و چقدر جالب، چقدر جالب گلوسازی و بعد خانقاه درویش، عجب روزگاری. نماز شام غریبان گریه آغاز، عجیب عجیب. خب پیام دیگری رو میشنم. روز شما بخیر آقای نوری‌زاده، برنامه 28 مرداد شما بسیار عالیه، عالی بود. من چند بار نگاه کردم، مثلا راجع به سینما ریتس نجفی و این داستان ها، و بسیار میخوام از اون تشکر کنم. این کمک زیادی میکنه و انسان هایی که علاقه دارن این برنامه رو ببینن، همیشه سالم و خوشحال و خندان و پیروز باشید. امید این دارم که سالیان دراز با سلامت و خوشحالی در کنار ما باشید. درود بر شما. ممنونم عزیز دارم. از ایران که زنگ میزنن چقدر خوشحال میشم، چون بالاخره دل به دریا میزنه دیگه. من دارم زنگ میزنم، ممکن فردا مزاحم من بشن، و این برادران و خواهران من صادقانه و صمیمانه میگن ایران فردا رو دوست دارم. اینکه ایران فردا توی دل شما باشه برای من خیلی با ارزش. اجازه بدید یه پیام شفاهی رو بشنویم، مگه رسیدیم یه کت میرم بخونم. سلام علیکم. من از کانادا تماس میگیرم، یه برنامه شما دارید آقای یزدچی، محمد حسین صدیق یزدچی اجرا میکنه، خیلی جالب بود برام، ولی متاسفانه چیز شما نمیدونم، اسکیجلشون رو نمیدونم که چه. الان که شنبه ساعت هولوش 4 تورنتو هست، به لس آنجلس میشه احتمالاً 1 بعد از ظهر. برنامه‌شون رو دیدم که تموم شد، ولی نمیدونم برنامه بعدیشون کیه. میخواستم ببینم که الله
کیه برنامه بعدیشون. حالا البته میتونم برم تو وبسایتشون و وبسایت ایران فردا و برنامه هاتون رو ببینم، ولی اگر زحمتی نیست برای شما تماسی بگیرید ببینید برنامه بعدیشون هفتگیه یا روزانه است. اینو میخوام بدونم، اگر هفتگیه چه ساعتیه، روزانه چه ساعتیه؟ دوست من 10 دقیقه وقت بگذار، اول برو سایت ایران فردا رو ببین چقدر بچه ها زحمت میکشن، آرش و تیمش اینا چقدر زحمت میکشن. سایت رو ببین، تصویر دکتر هست، روز برنامهش. دکتر یه برنامه مستقل خودش داره، 2 هفته یه بارم در برنامه پنجره رو بخانه و دری من میاد، اغلب هم روزای جمعه، یعنی پنجشنبه یا جمعه. در حال من خواهش میکنم پنجشنبه گرم سه‌شنبه یا جمعه یه سر بزن. من ریس جلوم ندارم برنامه رو بگم چه ساعتی، یه خود زحمت بکش تو که دوست داری ایران فردا و دکتر یزشی رو، یه 10 دقیقه وقت بزن. میگن دیگه وقت نداریم، پیام کرد ما که سیر نمیشیم قربان، ولی وقتمون تموم شد، بلکه زمان به پایان میرسه. یه قدم نگید آقا اینو زیادش کن، نمیدونم شاید هفته 2 بار بشه کرد، ولی زیاد نمیشه برنامه. ایران سر ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده تا هفته آینده همین ساعت و نه اینجا. همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. زرتشتیان دلگیر نشی، یا به سر گلت هم نده دلگیر بشی. این هفته پیامتم پخش شد. بای بای.